چهارمین جلسه در هفته که گذشت در ویانا برگزار شد. چند روزی قبلم جلسه دومی در دوحه قطر برگزار شد. نکته را عرض بکنم، این جلساتی که خارجی ها طراحی کنه، خارجی ها او را به اصطلاح جهت بده، درد مردم افغانستان و توده ها را درمان نخواهد کرد. ما باید هوشیار باشیم، خارجی ها منافعی را دارند، برای منافعشان جایی می روند و برای منافعشان از جایی هم بیرون می شوند. نباید انتظار داشته باشیم که خارجی ها برای ما کوچه را آبپاشی کنه، باغ ها را هم سرسبز کنه، زردالو و شفتالو هم که غوره شد دیگه باز بخیر ما را دعوت کنه. نه، چنین چیزی در طول تاریخ اتفاق نیفتاده و در کشور ما هم اتفاق نخواهد افتاد. حضور 18 ساله نامیمون امریکایی ها و ناتو را شما دیدین چه بدبختی سر این مردم ها. یک مطلب، ولی مطلب دیگه اینه که باید حاکمان امروزی افغانستان، ما به عنوان یک شهروند و یک انسانی که احساس میکنیم نسبت به مردم خود و کشور خود دلسوزی داریم، نگذارید صدای مردمتان در خارج منتقل شود، در داخل کشور به این صداها گوش بدید. حاکمیت باید مانند پدر و مادر مهربان باشه. پدر و مادر اگر میخواهد بچهش دوست بیرونی، آشنای بیرونی پیدا نکنه، در خانه باید فضا را فراهم کنه که بچه و دختر درد دل خود به پدر و مادر خود بگویه. اگر این فضا را ما فراهم نکردیم، این بچه و دختر یک گوش را برای شنیدن درد دل خود پیدا میکنه. ولو انم این گوش ها مسموم هست. نباید پدر و مادر انتظار داشته باشه که بچه را که ما در خانه بهش فرصت ندهیم ای به بیرون نره. و لذا ما پیشنهاد من به حاکمیت فعلی اینه که آغوش خود را بر روی مردم باز کنید، حرف مردم را بشنوید، حرف مردم را گوش کنید، یک مذاکره عام بین الافغانی راه بیندازید تا زمینه رفتن به خارج از کشور فراهم نشه. Right there! Oh.